سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیز. بریم سراغ ادامه پروژهمون و ما تو همچنان داخل قسمت کامنت ها هستیم. میخوایم چیکار کنیم؟ میخوایم کامنت ها رو این زیر نشون بدیم واقعا، یعنی کامنت هایی که تایید شده اپروف شده رو این پایین نشون بدیم. برمیگردم داخل کدم، توی post.php توی قسمت کامنت این کامنت فرم رو رد کنید، بیاید پایین اینجا. خب اینجا داره کامنت هامون اینجا نمایش داده میشه، یه درسته یه قسمت رو کامل پاک کنید، اینو پاک کنید، از پایین نستد کامنت این دوتا دیو رو بگیرید، این قسمت رو کامل پاک کنید. خب اینم هم پاکش کنید، اینو اینم نمیخواد. دیگه چی داریم اینجا؟ این فرممونه که باشه سر جاش، کامنت ها رو میخوایم اینجا نمایش بدیم. چیکار میکنیم؟ اول باید یه کوئری بزنیم ما، خب، و تمام در حقیقت کامنت هایی که مال این پسته و اپروف شده رو بیاریم. خب بریم کوئری رو هم بزنیم. من کوئری هم اینجا میزنم، اول خود کوئری رو بنویسیم. سلکت کن همه چی رو از جدول کامنت. چند تا شرط دارم. یه شرط هم اینه که کامنت پست آیدی برابر باشه با ده پست آیدی تو همین صفحه است. زمانی که ما صفحه یک پست رو باز میکنیم، ریکوست گت میزنیم، این بالا نکنیم پست آیدی هست، از اینجا میتونیم بخونیمش که قبلا این مقدار رو ما خونده بودیم تو این صفحه. خب و کامنت پست آیدی برابر است با این، و یه شرطی دیگه هم داریم، و کامنت استاتوسش هم برابر باشه با اپرووفد اگه اشتباه نکنم. یه کار دیگه هم میخوام بکنه، میخوام اوردرش بکنه بای کامنت آیدی. من اینو بورد رفت کنم ببینید کامنت آیدی به صورت دیسندینگ. این میشه کوئری مون. بعد کوئری رو بزنیم با هم دیگه. سلکت کامنت کوئری مسایس با MySQL آی کوئری کانکشن رو اشباس میدم و خود کوئری. یه دونه شرط اینجا میذارم، اگر سلکت کامنت کوئری وجود نداشت، جوابی نداده بود، یه خطایی بده، کوئری فیلد MySQL ارور کانکشن. بعد یه حلقه میزنم اینجا، وای یه لحظه بچه ها، من اصلا یادم رفته بود اینو داخل تگ پی اچ پی بذارم. وایل به ازای هر ردیفه این MySQL آی
Fish Association Select Comment Query. به ازای هر ردیفش بیا چیکار کن؟ سه تا دیتا رو بکش بیرون. یک کامنت دیت رو من میخوام بکشی بیرون، تاریخ کامنت رو میخوام چون میخوام نمایشش بدم. کامنت دیت و کامنت کانتنت، خود کامنت رو طبیعتا میخوام. و نویسنده کامنت کیه؟ خب این هست. پس من تمام کامنت هام رو گرفتم، درسته؟ فقط نکته ای که هست اینه که من تگ پی اچ می و بچه ها اینجا میبندم، بعد دوباره اینجا باز میکنم. چرا این کار میکنم؟ چون میخوام بین اینجا یه دونه حلقه وایل، تو این حلقه هم یه کد HTML بنویسم. بر همین این کار کردم، نمیخوام تو این کد PHP باشه. خب من کد کامنت هم رو پاک کردم، حواسم نبود یه دونه تمپلیتشو نگه نداشتم. ببینو از اول مینویسمش. یه دیو دارم، بذار اینو کامنت بزنم اول. یه دیو دارم خب. یه دیو دارم با کلاس مدیا، داخلش یه دونه تگ ای دارم با کلاس پول داش لفت. اسمش رو فعلا هیچی نمیذاریم. خب داخلش یه دونه عکس میذارم. سورسش رو حالا فعلا کاری نداشته باشیم، یه دونه میارم، یه دونه عکس. بعد یه دونه دیو میذارم مدیا بادی. یا IMG با کلاس مدیا داش آبجکت. ببخش توی مدیا بادی یه H4 میذارم با کلاس مدیا داش هیدینگ، که اینجا قرار تاریخ و نویسنده در حقیقت اون کامنت رو نمایش بدم. پس اینجا یک نویسنده رو نشون بدیم. اینجا میام میگم که یک کد PHP نویسم، میگم اکو بکن اینو. پایینشم یه تگ اسمال میذارم، داخلش یه دونه PHP میگم اکو بکن دیتشو بست. بعد از این H4 هم خود کامنت اصلیه رو میذارم، کانتنتش رو میذارم. باز میگم پی اکو کامنت کانتنت نیست. خب دیگه میتونیم بریم تستش بکنیم. فقط من یه سمیکالن اینجا بذارم، اینو یادم نره. یه عکس هم برای این لازم داریم اینجا. یه عکس بذارم از اینجا بگیرم. یه عکس مرتبط با کامنت رو سلام سایی خوبه.
اینو دانلودش بکنم، از این رایگان نیست متاسفانه. یه دونه عکس مرتبط یعنی ما نداریم. خب یه عکس کامنت من پیدا کردم اینهاش، اینو سورسش رو میدم به این، بریم یه چک بکنیم ببینیم الان درسته یا نه. الان این پستمون کامنتی نداره نه، پست آیدی 8. خب بذار یه کامنت بذارم. کامنت رو فرناز گذاشته، farnaz@gmail.com. My name is فرناز. خب این کامنت هم اپروف نشده که اینجا نشون داده بشه. میام صفحه ادمینم، کامنت هام یکم یه دونه اینجا دارم که اپروف نشده. حتی بالای کامنت داشتم، چرا نماش نداده؟ بذارید اینو اپروفش کنم. خب بیا حالا تو صفحه از اینجا هست دیگه، لینکش شدم کنم. نشون نداد. خب چرا؟ من گفتم برو کوئری بزن توی کامنت، اگر کامنت پست آیدی برابر بود پست آیدی، کامنت استاتوس هم بود اپرووود. اپرووده دیگه، اپرووه دی نداره. نه تو تو کامنت همون اومد، تاریخش هم اومده و خود کامنت. خیلی هم عالی. این هم از این جلسه. پس کامنت های اپروف شده هر پست رو داریم اینجا نمایش میدیم. بریم بیایم ادامه شو جلسه بعدی صحبت کنیم. فعلا خدا نگهدارتون باشه.